کیومرث، آغاز داستان. پادشاهی کیومرث نخستین شاهان پارسیان 30 سال بود. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی به گیتی که جست. که بود آن که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کسان روزگاران بیاد. مگر که از پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. که نام بزرگی که آورد پیش، کرا بود از آن برتران پای بیش. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. چنین گفت که این تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. کسی را به یاد نیست که آن که نخستین بار تاج بر سر نهاد که بود، مگر آنانی که از پدرانشان پدر بر پدر بشنیدند و به یاد سپردند. دهقان سخنگو و پژوهنده نامه باستان گوید نخست کیومرث بود که آیین تخت و تاج بیاورد و شاه گشت. چون آفتاب به برج بره یا برج حمل آمد و گیتی سراسر جوان شد، کیومرث بر گیتی شاه گشت. پس جایگاهی در کوه بساخت و مردم خیش را خوراک و پوشاک نو آورد و خود با گروه خود پلنگینه بپوشید و از این زمان 30 سال به خوبی به شاهی پرداخت و فره با او یار بود و جانوران نیز از دد و دام او را فرمان برگشتند. کیومرث را پسری زیباروی و هنرمند و به مانند پدر نامجوی بود به نام سیامک، که دلش به دیدار او شاد، لیکن پیوسته از بیم جداییش در هراس بود. چندی بر این بگذشت، در گیتی کسی دشمن ایشان نبود مگر اهریمن پلید و بدسگال که ایشان را رشک می برد. اهریمن را بچه‌ای بود چون گرگ، سترگ و دلاور و با سپاهیانی بسیار. پس اهریمن به نزد او برفت و تخت و تاج کیومرث را از او بخواست. از آن بخت کیومرث و سیامک گیتی بر آن دیو بچه سیاه گشت و بر آن شد تا آن شاهی براندازد. پس این راز خود با بسیاری در میان گذارد، لیک کیومرث را از این کار آگاهی نبود تا اینکه سروش آسمانی به سان یک پری به نزد او آمد و او را از آن راز و آنچه که آن دشمن نابکار و پدرش می کردند بیاگاهانید.